در این ویدیو از مؤسسه فریزر ما درباره یکی از معروفترین و شاید عمیق‌ترین ایده‌های هایک درباره نقش قیمت‌ها در انتقال اطلاعات می‌پردازیم. همه اقتصاددان‌ها می‌دانند که مردم بر اساس هزینه‌هایی که با روبرو هستند و منفعتی که انتظار دریافت آن را دارند تصمیم می‌گیرند. در بیشتر موارد، هزینه اصلی یک تصمیم قیمتی است که فرد برای خرید یک کالا یا خدمت با آن مواجه است. بیایید این ایده را با یک مثال ساده توضیح دهیم. این ساراست. سارا عاشق قهوه است و قهوه کلمبیایی را که از فروشگاه محلی خود می‌خرد به سایر قهوه‌ها ترجیح می‌دهد. این فروشگاه معمولاً قهوه مورد علاقه او را به قیمت 10 دلار به او می‌فروشد. سارا از هزینه‌های نحوه رشد دانه‌های قهوه، آبیاری مزارع قهوه، نحوه برشته شدن دانه‌های قهوه و نحوه انتقال قهوه به فروشگاه اطلاعی ندارد. تنها چیزی که او می‌داند این است که قهوه کلمبیایی مورد علاقه‌اش 10 دلار قیمت دارد و با توجه به لذتی که او از نوشیدن قهوه کلمبیایی به دست می‌آورد، برای او ارزشش را دارد که این هزینه را بپردازد. اما اگر هوای بد در کلمبیا به شدت به دانه‌های قهوه آسیب برساند چه اتفاقی می‌افتد؟ آب و هوای بد و خسارت به محصول به معنای کاهش دانه‌های قهوه کلمبیایی است و این منجر به افزایش قیمت قهوه کلمبیایی می‌شود. بنابراین سارا دفعه بعدی که به فروشگاه محلی خود می‌رود، می‌بیند قیمت قهوه کلمبیایی مورد علاقه‌اش اکنون 20 دلار است. سارا نه دلیل افزایش قیمت را می‌داند و نه نیازی به دانستن دلیل آن دارد. افزایش قیمت سیگنالی برای او ارسال می‌کند که او را وادار می‌کند تا تصمیمی آگاهانه بگیرد. او می‌تواند 20 دلار برای قهوه کلمبیایی مورد علاقه خود بپردازد، اما قیمت بالاتر برای قهوه کلمبیایی به این معناست که او باید از چیز دیگری برای خرید آن قهوه چشم پوشی کند. در واقع سارا احتمالاً داوطلبانه نوع دیگری از قهوه را برای خرید انتخاب کند. قهوه‌ای با قیمتی پایین‌تر از قهوه مورد علاقه‌اش. مثلا قهوه اندونزیایی که 9 دلار قیمت دارد. با وجود اینکه سارا هیچ اطلاعی در مورد علت تغییر قیمت قهوه کلمبیایی ندارد، اما صرفاً بر اساس تغییر قیمتی که در فروشگاه محلی خود مشاهده می‌کند، تصمیمی را اتخاذ می‌کند که گویی می‌دانست یک فاجعه آب و هوایی بزرگ در کلمبیا اتفاق افتاده است. چیزی که فریدریش فون هایک به ما یاد می‌دهد این است که مردم به گونه‌ای تصمیم می‌گیرند که گویی مقادیر باور نکردنی از اطلاعات در مورد چرایی قیمت‌ها را می‌دانند، در حالی که در واقعیت آنها اطلاعات کم و ناچیزی در این مورد دارند. قیمت به ما این امکان را می‌دهد که به گونه‌ای رفتار کنیم که انگار اطلاعات عظیمی درباره بازار در اختیار داریم، در حالی که در واقعیت در مورد این اطلاعات و واقعیت‌های اقتصادی بازار چیزی نمی‌دانیم.